بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید. یک نماینده مجلس ایران امروز گفته است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دخالت داشته و از نامزدهای خاص حمایت کرده است. علی مطهری این سخنان را امروز در صحن علنی مجلس ایران اظهار داشته. پیش از این هم سپاه و بسیج ایران با چنین اتهاماتی روبرو شدند. جزئیات بیشتر در گزارش کوروش ساعتی. استدعا دارد در صورت صلاح‌دید از یگانهای مستقل در میدان. انتقاد از نقش سپاه پاسداران در انتخابات مجلس نهم امروز در صحن علنی مجلس. به گزارش سایت مجلس شورای اسلامی خانه ملت، علی مطهری در نطق پیش از دستور امروز خود سپاه پاسداران را متهم کرد که در انتخابات مجلس نهم دخالت کرده و گفت که این دخالت آفتی برای سپاه و نظام اسلامی است. علی مطهری خود در دور دوم انتخابات اخیر مجلس ایران توانست از تهران به نمایندگی انتخاب شود. صرف اینکه کسی به آقای احمدی نژاد رأی نداده که خب نمیتونه. آقای مطهری که از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت محسوب میشود، این بار نوک انتقادات خود را به سمت سپاه نشانه گرفته. او گفته که دخالت سپاه در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه مشهود بوده و بسیاری از کاندیداها، چه آنها که در حوزه‌ها رأی آوردند و چه کسانی که رأی نیاوردند، این واقعیت را تایید می‌کنند. به گفته وی، سپاه پاسداران به صورتی جدی از کاندیداهای مورد نظر خود حمایت می‌کرده. این اولین بار نیست که سپاه پاسداران به دخالت در انتخابات ایران متهم می‌شود. در نخستین دور پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384، برخی از منتقدین وی از جمله مهدی کروبی، دیگر نامزد انتخاباتی، گفته بودند که سپاه حمایت ویژه‌ای از احمدی نژاد کرده و حتی در دستکاری در رأی مردم هم به نفع او نقش داشته. در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و حوادث پس از آن هم سپاه نقش ویژه‌ای در حمایت از احمدی نژاد و سرکوب معترضین خیابانی و فعالان سیاسی ایفا کرد، حوادثی که به کودتای انتخاباتی در ایران مشهور شد. این بار اما نماینده اصولگرا از درون مجلس به دخالت سپاه در انتخابات اشاره کرده. دخالت نظامیان در سیاست از جمله بحث‌های همیشگی در تاریخ جمهوری اسلامی بوده. ننشینن اون از اون ور بخواد اونو از بین ببره، اون از اون ور بخواد اونو از بین ببره. منتقدان چنین دخالتی به سخنان آیت الله خمینی نخستین رهبر جمهوری اسلامی استناد می‌کنند که نظامیان را از دخالت در سیاست منع کرده بود. موافقان دخالت‌ها از جمله فرماندهان عالی رتبه سپاه معتقدند که آیت الله خامنه‌ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی سپاه را صرفاً یک نیروی نظامی نمی‌داند. بر این اساس آنها این حق را برای خود قائل شدند که در هر جایی که احساس کنند انقلاب در خطر است وارد عمل شوند، از جمله انتخابات مجلس و ریاست جمهوری. کوروش صحتی، صدای آمریکا.